بینندگان عزیز به برنامه سرخط خوش آمدید. در برنامه دیگر خدمت شما هستیم و ابتدا نگاهی میکنیم به عناوین برنامه امروز. نگاهی به تحولات هفته در گفتگو با علی خدایی صفت و آمار غرق شدگان در دریا مقصر کیست؟ گزارشی داریم در این رابطه. خب بینندگان عزیز، طبق معمول برنامه امروز سرخط اختصاص داره به نگاهی به مهمترین تحولات هفته و در این رابطه همراه هستیم با علی خدایی صفت. به برنامه سرخط خوش آمدید. با تشکر از شما، سلام به شما و بینندگان گرامی. اگر موافق باشیم به خاطر محدودیت وقتی که داریم، ضمن اینکه اشاره بکنید به مهمترین تحولاتی که در طی هفته بوده، بعد روی مهمترین تحول از بین این تحولات متمرکز بشیم و شما برای بینندگان ما توضیح بدید. بله. در هفته گذشته تحولات مختلفی بود که البته به نحوی به هم پیوستگی هم داره. ولی یکی از تحولات مهم سفر نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد به وین بود. بله. برای صحبت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سوالاتی در این زمینه و واکنش‌های رژیم، مهمتر از اونچه که به اصطلاح حکم خود سفر، سفر مهمی بوده، ولی ما اهمیتش رو از واکنش‌های رژیم هم میتونستیم بفهمیم. همچنین کشمکش‌هایی که ادامه داشت در همین هفته بر سر برجام با اینکه 2 سال ازش گذشته، ولی همچنان موضوع کشمکش در درون رژیمه. میگن خب این برجام که هیچی برای ما نداشت، دستاوردش تقریبا هیچ بود، تحریم ها اونطوری که باید لغو نشده، ولی از اون طرف ما اتمیمون رو دادیم و کنار گذاشتیم و متوقف کردیم و خلاصه این جنگ و دعواها. البته این موضوع به نحوی به همین موضوع سفر نیکی هیلی هم مربوط میشه. همچنین در زمینه تحولات جریان به اصطلاح رأی اعتماد از مجلس برای وزیران روحانی و کشمکش هایی که در این جریان وجود داشت. از یه طرف همه گفتن که خب این بحثی آنچنان نشد توی مجلس و به همه تقریبا رأی دادن به جز یکی از وزرا و معلومه خلاصه همچین به اصطلاح رونقی نداشت این داستان. خب علتش این بود که به حال یک نوع همسویی بین مجلسی که الان لاریجانی رئیسش هست و یک نوع اتحادی با روحانی داره، با دولت وجود داره و اینا، خلاصه بر مبنای یک مجموعه توافقاتی صورت گرفته و خلاصه همونطور که هفته گذشتم صحبت کردیم، خود این موضوع زیاد اهمیتی نداشته، ولی پیامدهاش، جنگ و دعواهایی که حتی بین باندهای متحد با روحانی صورت گرفته، مثلا اون کسانی که موسوم به اصلاح طلب هستن، سرکردشون عارفه توی مجلس، اینها کشمکش هایی هست و حتی توی خیلی از رسانه های مربوط به باند خود روحانی هم انتقاداتی رو علیه روحانی شروع کردن. این هم یه مجموعه به اصطلاح تحولاتی بوده که قابل توجهه. همینطور بیایم به درون جامعه و اعتراض های گسترده‌ای که جریان داشت در هفته گذشته. یعنی اعتراض ها کم که نشد، هیچی گسترده تر شد، از جمله و به ویژه اعتراض مربوط به غارت شدگان، همین مؤسسه های کاسپین و غیره، مؤسسه های اعتبارات مالی که وابستگان به رژیم و سپاه پاسداران اینا درست کردن و اموال مردم رو غارت کردن. این اعتراضات به شکل گسترده در چندین شهر ادامه داشت، با اینکه رژیم هم سعی میکرد جلو اینا رو بگیره، موفق نشد. اعتراض های کارگری در چندین شهر، اعتراض بازنشستگان که جلوی مجلس رژیم جمع شدن، بیش از 3000 نفر شعارهای بسیار قوی ضد حکومتی میدادن، اعتراض پرستاران به خاطر نارسایی ها و مشکلات شغلی که دارن و بسیاری از اصناف دیگه. این اعتراضات به شکل گسترده بود، رژیم هم به هیچ وجه نه میتونست و نه حتی اقدامات زیادی کرد که جلوی اینها رو بگیره. خب تحمل اینها هم برای رژیم بسیار کار مشکلیه، چون روز به روز گسترده میشه و دیواره اختناق رژیم رو مرتباً خراش میده و خصوصاً برای رژیم خیلی خطرناکه. اما شاید از اینها خیلی خطرناکتر برای رژیم و بسیار مهمتر اعتصاب زندانیان سیاسی هست در زندان گوهردشت که تقریباً 1 ماه ازش میگذره
به خاطر شرایط زندان و اقدامات سرکوبگرانه که داخل زندان کردن به اصطلاح زندانبانان و دشخیمان. این اتصال قضا با قاطعیت ادامه داره، کشمکش های زیادی بین زندانبانان و زندانیان هست ولی اونها کماکان محکم ایستادن و این تونسته حمایت های گسترده رو در سایر زندان ها، زندان اوین، زندان زنان در اوین، زندان مرکزی تهران، زندان مرکزی کرج، زابل، زاهدان، اردبیل، در زندان های مختلف به اصطلاح به دنبال داشته باشه این حمایت ها رو و این حمایت ها هرچی گسترده میشه برای رژیم بسیار خطرناکه، چون این زندانیان زندانی سیاسی هستن، شعارهاشون، حرفهاشون، خواسته هاشون روشنه و بسیار متفاوت از اعتراضاتی که در جامعه هست که در پوشش یا به هر حال ماهیت صنفی داره ولی در جوهر ماهیت سیاسی هم داره، ولی این اعتراضات اعتراض زندانیان سیاسی هست که خب به شکل گسترده داره حمایت میشه، از جمله حمایت آقای محمد ملکی هست، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب که خب حمایت بسیار قوی کرده از این اعتصاب قضا و از این زاویه هم فشار زیادی به رژیم میاد. این یک نگاه مختصری بود به مجموعه این تحولات. شما در سطر مهمترین تحولات هفته اشاره کردید به سفر نیکی هیلی به وین. بله. میخواستم سوال بکنم که علت نگرانی رژیم از این سفر چیه؟ خب علتش در حرف هایی که در بلند تو رسانه های خود رژیم مشخصه میگن. نیکی هیلی خودش گفته من رفتم از آژانس سوال کنم در مورد گذشته پرونده اتمی رژیم و اینکه چه اقدامات راستی آزمایی آژانس کرده، چون برجام که تصویب شده یکی از پایه های اصلیش راستی آزمایی بوده که واقعا رژیم دست برداشته، دست کشیده یا سیستم های به اصطلاح اقدامات اتمی خودش رو متوقف کرده اونطوری که اعلام کرده، جاهای مخفی وجود نداره که اقداماتش رو ادامه داده باشه، آیا این راستی آزمایی ها جریان داره یا به شکل مناسب جریان پیدا کرده. این برای چنین سوالاتی نیکی هیلی رفته و خب در قبال همین هست که واکنش نشون میدن. خب رژیم خودش میگه یا ادعا میکنه که برجام رو نقض نکرده و اجرا میکنه. بله. خب برای رژیمی که برجام رو اجرا میکنه دیگه چه جای نگرانی هست؟ اگر کارها داره در روال قانونی پیش میره دیگه قاعدتا نبستی دچار نگرانی بشه، به خاطر اینکه مثلا میخواد نیکی هیلی بره سوالی بکنه. بله سوالتون بجاست کاملا و از قضا خود نماینده آمریکا در ملل متحد که برای همین سفر رفته خودش در واکنش به اظهارات سردمدار رژیم از جمله ظریف وزیر خارجه روحانی که یه نامه نوشته بود به آژانس و اعتراض کرده بود به این سفر و گفته بود این سفر خلاصه با تبلیغاتی که براش شده و اینها در جهت تخریب برجامه و خلاصه نسبت به همین که میخواد نیکیلی بره اونجا و سوالاتی بکنه ابراز نگرانی کرده بود. پاسخ نیکیلی این بود که اگر میگن ما اقدامات خاصی نکردیم و برجام رو و خلاصه به اصطلاح پاک دستی داریم در این اجرای برجام، دیگه چه نگرانی وجود داره از سوالاتی که من میخوام بکنم؟ و این سوالیه که در مقابل همه هست. ولی خب واقعیتش اینه که یک سری مسائلی وجود داره در این قرارداد و در این پرونده که ما یادمون هست از ابتدایی هم که این قرارداد به اصطلاح امضا شد تو درون خود رژیم باندهای دلواپس مرتباً حرفی که داشتن با روحانی و دولت روحانی و اینها و حملاتی که میکردن که هنوزم ادامه داره اینه که شما همه چیز این مذاکرات رو نگفتین، خیلی هاشو پنهان کردین و حتی خودشون هم میگفتن که خیلی از قسمتاش پنهانی هست. خب این الان از اینکه این به اصطلاح جنبه های ناگفته این اون چیزایی که وجود داشته آشکار بشه خیلی نگرانن. مثلا تلویزیون رژیم جمله‌ای گفته بود که نگرانن از نشر محرمانه ها توسط آژانس به آمریکا. نشر محرمانه ها، این جمله‌ای که تو در تلویزیون رژیم بود، حالا به عناوین مختلف در سایت ها و به اصطلاح رسانه های حکومتی هم اومده. خب نگرانشون از اینه. خب
شما اشاره کردید به موضوع محرمانه ها. حالا فرض کنیم موضوع یا محتوای این محرمانه ها هرچی که باشه، ولی اگر در برجام وارد شده و روی اون توافق شده و به اصطلاح قانونی هست، که ظاهرا بازم نبایستی موضوع نگرانی برای رژیم باشه. بله. حتی اگر فاش هم بشه، بالاخره در یک روال قانونی بوده که جای نگرانی نباید باشه. بله. خب ببینید، این موضوع دو بخش مختلف داره. یکی اون چیزی که در خود قرارداد برجام هست. قرارداد برجام چی بود؟ توافقی بود، توافق جامع مشترک به اصطلاح، برای اینکه رژیم در اون مراکز هسته‌ای اصلی که شناخته شد و مورد بازرسی قرار گرفت، و اینا هم مقاومت ایران در سال 81 افشا کرد. بله. و از اون به بعد به اصطلاح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رفت و در بازدیدی که کرد معلوم شد که اینجا فعالیت‌های هسته‌ای بوده با به اصطلاح درصد بالا که معمولاً برای سلاح هسته‌ای استفاده میشه. خب این یک پرونده ای تشکیل شد. حالا در قرارداد برجام قرار شد که به اصطلاح همین مراکز هسته‌ای متوقف بشه، سانتریفوژها رو غیر فعال کنن، نمیدونم اون آب سنگین عراق رو در نمیدونم اون مرکزش سیمان بریزن و اصلا از دور خارجش بکنن. ما به ازای این خب تحریم ها لغو بشه، تحریم هایی که علیه ایران بوده و قطعنامه هایی که شورای امنیت داده بود، اینها به اصطلاح ملغا بشه و تبدیل بشه به یک قطعنامه نهایی که این مراحل انجام شد. خب تو خود این برجام یک سری زد و بندها و چیزهای پنهانی وجود داره، ولی به قول شما بالاخره ممکنه توی این قرارداد مکتوب باشه. اما یک موضوع بسیار مهم دیگه در جریان رویاروی اتمی رژیم با جامعه بین المللی وجود داره، با آژانس بین المللی انرژی اتمی. بله. که اون داستانش جدای از برجامه و اون عبارت از اون چیزیست که بهش اصطلاحاً میگن، خود رژیم هم در رسانه هاشون PMD، یعنی این که ماهیت فعالیت های هسته‌ای که رژیم داشته، چون بالاخره رژیم پذیرفت که فعالیت های مخفی هسته‌ای داشته. بعد گفت مخفی به این دلیل مخفی کردم که چون اگه از شما اجازه میگرفتم قطعا بهم اجازه نمیدادین. ما هم که توی به اصطلاح اون قرارداد پادمان، اون به اصطلاح قراردادی که وجود داشت برای منع گسترش سلاح هسته‌ای نبودیم، بنابراین ما به اصطلاح خب رفتیم این مراکز رو ایجاد کردیم. ولی ماهیت این برنامه ها و فعالیت های هسته‌ای که ما داشتیم نظامی به هیچ وجه نبوده، ماهیت اینها علمی بوده، برای مثلا پیشرفت، برای استفاده پزشکی نمیدونم و صنعتی، تولید برق و از این جور مسائل. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه بابا من چیزایی که اونجا پیدا کردم غنی سازی درصدش بالا بود، این برای فقط بمب اتمی اینجور غنی سازی ها لازمه، نه برای مسائل پزشکی. همینطور سایر فعالیت ها و آثاری که دیده شده، مثلا فعالیت هایی که یا وسائلی که تهیه شده بود برای مثلا ماشه اتمی یا برای آزمایش هایی که مربوط به بمب هسته‌ای، بگذاریم که یک سری افشاگری های گسترده هم در این زمین مقاومت ایران کرده، مثل مراکزی مثل پارچین، لبیزان، مؤسسه سپند در و خلاصه چندین مرکز دیگه که اینا تازه مورد بازرسی هم قرار نگرفته. ولی تو همون جاهای همون نتنزی که سال 81 به اصطلاح افشا شد، در اولین بازرسی آثار اتمی در این سطح پیدا شده. این یه پرونده تشکیل شد که یه سری سوال بود، سوالاتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشته جلوی رژیم. یک، این آثار غنی‌سازی که دیدیم مال چی بوده؟ وسائلی که شما دور اول آوردین به اصطلاح سانتریفوژها از کجا تهیه شده؟ بعد چه میزان غنی‌سازی کرده بودیم؟ یه سری سوالات. این مثلا وسائلی که برای ماشه اتمی و غیره و اینها میخواد به چه منظور داشتین شما؟ این سوالات رو رژیم جواب نداد. 10 سال طول کشید. تمام گفتگوها رو از سر باز میکرد یا خلاصه دست میانداخت جامعه بین‌المللی رو، تا اینکه تحریم ها وارد شد، بحران ها گسترش پیدا کرد، رویاروی جامعه و مقاومت ایران به جایی رسید که رژیم دیگه به زانو در اومد. بعد مجبور شد بره پشت میز مذاکره. بعد از اینکه قرارداد برجام بستن، چون اوباما، دولت اوباما میخواست این قرارداد به هر ترتیب شده به نتیجه برسونه،
حالا باید پرونده اتمی رژیم بسته میشد. گفتن خب اجازه بدین که چند تا بازرسی از همین پارچین و اینا انجام بشه تا این پرونده رو بالاخره جواباشو ببینیم چیه. بالاخره شما جواب میدین یا نه؟ که جواب ندادن. سر بازدید از پارچین هم مشکل پیش اومد. بالاخره در تحت این سیاست مماشات کار به اونجا رسید که آژانس به جای اینکه خودش بره بازرسی کنه یه کار خیلی خنده دار گفتن که خود رژیم مقداری از خاک پارچین رو بیاره بده که اونها آزمایش کنن. یعنی اینقدر به رژیم اعتماد هست که خودش میره اون خاک رو میاره. خب اگر اینقدر اعتماد هست اصلا این حرفا چیه؟ این مراکز اتمی و غیره چیه؟ همون موقع در کنگره آمریکا نمایندگان خیلی سوال داشتن راجع به این موضوع که بالاخره چیکار کردین، چه جوری این توافق انجام شد، چه جوری این پرونده بست، بالاخره ماسمالی شد. یعنی این پرونده در تحت سیاست مماشات بسته شد. حالا اون محرمانه های خطرناک مال اینجاست. حالا که سیاست عوض شده، خب آژانس حالا دیگه پاسخگوی دولت اوباما نیست. پاسخگوی کی باید باشه؟ این دولت جدید باشه. خب پس باید به این سوالات جواب بده. جوابی به این سوالات یعنی بازگشایی همون پرونده‌ای که سرش بسته شده. تمام اقدامات بعدی که به روحانی همیشه میاد پوز میده، اگر دیده باشین میگه که ما هیچ کاری که برجام نکرده باشه اینه که سایه جنگ رو از سر رژیم برداشته. میگه که تمام کشورهایی که دولت‌هایی که رفتن تو بند هفت منشور ملل متحد دیگه در نیومدن، سرنگون شدن، مثلا دولت سابق عراق. میگه ولی ما رفتیم این تو با برجام اومدیم بیرون و اون قرارداد 2231 اون قطعنامه 2231 که نهایتاً شورای امنیت بست. خب میاد روی همه اینها مانور میکنه. حالا اگه دوباره سر این پرونده باز شه معلوم بشه که بابا ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای رژیم نظامی بوده نه علمی، در نتیجه این باب جدید توی این شرایط به خصوص فرصت رو فراهم میکنه برای اینکه اقدامات بعدی بشه و این به معنی نقض برجام انجام بشه و خلاصه این شرایط بسیار سختی رو در مقابل رژیم میذاره که همه وحشت ها علتش اینجاست. خب حالا این سوال به ذهن میاد که به فرض مشخص بشه که نهایتاً دولت سابق آمریکا یعنی دولت اوباما یک امتیازاتی در زمینه پرونده اتمی و بسته شدن اون به قول شما به رژیم داده. خب دولت جدید آمریکا معمولاً منتقد دولت سابق هست و میگه که این قرارداد یا این توافق درست نبوده و انتقاد داره. خب ولی این چه خطری برای رژیم داره؟ این ممکنه در زمینه سیاسی این دولت به اون دولت انتقاد کنه که نبایستی چنین توافقی بسته میشد یا مماشات میشد. اما چه خطر عاجلی برای رژیم داره؟ بله. خب ببینید اولاً در ظاهر که دولت آمریکا این کار رو نکرده، یعنی بستن این پرونده توسط کی انجام شده؟ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی که داده به شورای امنیت، در شورای امنیت به هر حال اونجا رأی‌گیری شده، قطعنامه 2231 از جمله توش بوده که به اصطلاح این پرونده به نحوی خلاصه چیه سرتش هم اومده. حالا موضوع اینجاست، فرض کنیم که بله به قول شما نهایتش به اینجا بکشه که بالاخره این تحت نفوذ آمریکا و فشار آمریکا بوده و این دولت اوباما انتقادات که الان هم هست، این انتقادات میگن که این بدترین قرارداد تاریخ قرارداد برجام. ولی مهم اینه که چه آثاری برای رژیم داره. این که چه آثاری برای رژیم داره خود ظریف در صحبتهایی که اخیراً داشته در یک جلسه توی تهران این موضوع رو توضیح داده. میگه که اگر به اینجا منجر بشه که برجام با هزینه ما ادامه پیدا کنه، برجام با هزینه نظام رژیم ادامه پیدا کنه، یعنی این که برجامی که هیچ منفعتی ازش به رژیم نمیرسه، یعنی تحریم ها عملا لغو نشده، تحریم های بانکی لغو نشده، این تغییری درش ایجاد نشه، ما هم عملا چون هر حرکتی بکنیم نقض برجامه نمیتونیم کاری بکنیم، این میشه ادامه برجام به هزینه یکی رژیم. این که خب هیچ. اگر به اینجا منجر بشه که برجام به هزینه ما از بین بره و لغو بشه و به اصطلاح به پایان برسه،
این خطرش برای ما اینه که میتونه اجماع بین المللی علیه ما رو برگردونه. حالا برجام به هزینه رژیم به هم بخوره یعنی چی؟ یعنی اینکه از توی همین سوال و جواب ها در بیاد که آقا این پرونده هستی به صورت نظامی بوده، این به اصطلاح نقایص رو داره، این اشکالات رو داره، این رژیم این نقض برجام رو کرده، اجازه نداده پارچین رو بازرسی کنن، یا اینکه الان خواسته آمریکا تبدیل بشه به یک خواسته آژانس که من میخوام بیام پارچین رو بازدید کنم، باز اینو رژیم رو در سر یک دوراهی قرار میده، اجازه بده یا نده. اجازه نده به معنی چیه؟ نقض برجامه، بازرسی باید میکرده. اجازه بده، خب میرن اونجا چیزهایی رو که نباید پیدا میکنن، چون میگن خیلی چیزها رو نمیتونن بپوشونن، باز دوباره چه نقض برجام در میاد. در نتیجه اگر به اصطلاح از بین رفتن برجام به هزینه رژیم، یعنی بیفته تقصیرش گردن رژیم، این اجماع بین المللی برمیگردونه به زبان ظریف. اجماع بین المللی برمیگردونه یعنی همون ماشه اتوماتیک که در قرارداد برجام هست چکیده میشه، رژیم میره توی بند 7، تحریم های قبلی مجدداً برمیگرده. در نتیجه همه اون حرفایی هم که روحانی میزد که سایه جنگ رو رفع کرده میگه همه برمیگرده. اینو به اصطلاح کارشناسای رژیم هم گفتند به عناوین مختلف این موضوع و این خطر رو گفتن. مثلا قاسم محب علی سفیر سابق رژیم در کشورهای مختلف و دیپلمات سابق رژیمه، این گفته همین چند روز پیش اگر ایران برجام را نقض کند ائتلاف بین المللی باز خواهد گشت و خلاصه این خطر بسیار سنگین و خطرناکی برای ما داره. خب این که میگین به کجا میکشه در یک کلام و خلاصه، اگر اینها آشکار بشه و ادامه پیدا کنه، رژیم رو در یک همچین موقعیت سخت و خطرناک و بن‌بست قرار میده. خب شما به این صحبتتون اشاره کردید که رژیم در وضعیت خطرناکی قرار گرفته، تهدیدات زیادی وجود داره، از جمله مثلا بازرسی‌های سرزده و به اصطلاح سوالات مختلفی که ممکنه مقابل رژیم قرار بدن. سوال آخرم اینه که خب رژیم در این شرایط چه مسیری رو میتونه در پیش بگیره و کلن چه راه حل هایی داره، چطوری میخواد با این مقابله کنه؟ نه. خب راه حل آنچنانی که بتونه واقعا از این بن‌بست بیرونش بیاره که وجود نداره برای رژیم، به این دلیل که رژیم همواره در یک بن‌بست و کشش ها و فشار های متضادی قرار داره. این بن‌بست و دوراهی رو که سر قرار داره بارها خود سردمداران رژیم گفتن، خود خامنه ای اینو تشریح کرده. خب دو تا راه داره، یه راه این که بیاد بره به سمت مقابله جویی، چیزایی که مثلا شعارهایی که برخی از این سردمداران نظامیشون رو نمیدونن سرکردگان پاسداران میدن، که خب اینا چیزای خنده‌داریه. مثلا اگر یادتون باشه پاسدار جعفری گفته بود سرکردگانم که اگر این تحریم‌ها رو تصویب کنن آمریکا باید مراکز خودش رو تا فاصله 1000 کیلومتری خالی کنه بره. حالا همه میخندن میگن این که تصویب شد اون به اصطلاح پایگاه نظامی آمریکا هم که هست چه اتفاقی افتاد. بنابراین راه حل مقابله که واقعی نیست، برای اینکه در تعادل قوا محلی از ایراد وجود داره. راه حل دیگه هم زهرخوریه، زهرخوری بیشتر و کاملتر که الان حرفایی که ظریف میزنه، روحانی میزنه، اینا همش در این جهته. روحانی در همین صحبتی که اخیراً داشت توی مجلس در جریان به اصطلاح همین تصویب وزرا و اینا گفتش خب اگه میخواین بقیه تحریم ها هم به اصطلاح حل و فصل بشه به ما اجازه بدین بریم مثل همون برجام بشینیم هم بقیه مسائل هم حل و فصل کنیم. بقیه مسائل یعنی چی؟ یعنی بیرون اومدن از سوریه، کنار گذاشتن تروریسم منطقه‌ای، تعطیل موشکی فعالیت ها و به اصطلاح صنعت موشکی و رعایت حقوق بشر مطابق اون خواسته هایی که هست در همین. خب اینها اگر انجام بشه معلومه که رژیم از این طرف به سمت اون جایی که نباید و نمیخواد و اون بحران و کابوسی که نمیخواد بره خواهد رفت، که خود خامنه ای گفته اسم این تنزل بی پایانه، میبرن تا اونجا که میگن جمهوری اسلامی رو کنار بذار. و تو شرایطی که به خصوص مقاومت ایران در مقتدرترین وضعیت خودش و شرایط خودش حضور داره، جنبش دادخواهی داره
ابعاد مختلف و اعماق جامعه رو فتح میکنه و تا درون رژیم نفوذ کرده و رژیم رو وادار کرده به یه سری اعترافات. خب تو این شرایط معلومه که راه حلی نمیتونه داشته باشه جز همین دوراهی که سرش گیر کرده. ولی یک بار دیگه تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه سرخط و گفتگویی که انجام دادید. سرخط رو ادامه میدیم. بینندگان گرامی سلام بر شما، توجه شما را به اخبار امروز سرخط جلب می‌کنیم. مرگ بر استبداد. در بوشهر مردم به جان آمده از غارتگری‌های ارگان‌های حکومتی دست به تجمع اعتراضی زدند که با حمله وحشیانه نیروهای سرکوبگر مواجه شدند. نیروهای سرکوبگر با گاز فلفل به مردم معترض حمله کردند و متقابلاً مردم علیه استبداد فریاد می‌زدند. مردم می‌گفتند این حکومت دیکتاتوری و به دور از انسانیت است و به جای دادن حق مردم اسپری فلفل میزند. وجود اسپری فلفل به مردم معترض، دارین همه چی رو مشاهده میکنید. همه بی‌ناموس، همه بی‌ناموس، همه بی‌ناموس. مردمی که دارن حق رو میگن اینگونه باشون برخورد میشه. اسپری فلفل دادن. اسپری فلفل دادن به مردمی که داشتن حق رو میگفتن. دفاع از حق دفاع از شهرمون رو نداریم. حق دفاع حق دفاع از شهرمون رو نداریم. واقعا حکومت دیکتاتوریه. واقعا حکومت دیکتاتوریه. 8 ماه حقوقمان را بدهید. پرستاران بیمارستان مصدوم به شهدای خلیج فارس بوشهر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود بعد از 8 ماه تجمع کردند. وسایلم اگر در آتش بسوزد بهتر از این است که به دست ماموران حکومت بیفتد. در مریوان ماموران شهرداری با ضرب و شتم از فروش لباس توسط یک جوان دستفروش ممانعت کردند. آنها می‌خواستند لباس‌ها و وسایل این جوان را مصادره کرده و با خود ببرند که این جوان با خشم و اعتراض همه دارایی‌اش را در آتش انداخت و سوزاند. کارکنان شرکت لیفتراکسازی سهند تبریز به علت معوقات حقوق تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع اعتراضی مردم سامان. جمعی از مردم سامان در استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به تخریب منابع طبیعی و جنگل جلوی فرمانداری سامان تجمع اعتراضی برگزار کردند. کلیه فروشی دست جمعی کارگران مس. کارکنان مس 4 گنبد سیرجان به صورت جمعی کلیه های خود را در معرض فروش قرار دادند. در مسیر کارخانه مس 4 گنبد سیرجان بنر بزرگی نصب شده که توجه مردم را به خود جلب کرده است. متن بنر به این قرار است: تعدادی از کارکنان مس 4 گنبد سیرجان به دلیل فقر مالی کلیه خود را به فروش می رسانند. وحشت رژیم از 40 پهلوان اصغر نحوی پور. روز گذشته مردم و جوانانی که برای بزرگداشت 40 روز شهادت پهلوان اصغر نحوی پور به بهشت زهرا رفته بودند، شاهد هراس نیروهای سرکوبگر رژیم از برگزاری این مراسم و تلاش آنها برای پراکنده کردن مردم بودند. با این همه برخی از مردم از موانع ماموران حکومتی عبور می‌کردند و بر سر مزار پهلوان اصغر می‌رفتند و ادای احترام می‌کردند. ماموران حکومتی با فریادهای وحشیانه مردم را پراکنده می‌کردند. پهلوان اصغر نحوی پور روز 25 تیر ماه 96 در متروی شهر ری در دفاع از نوامیس مردم در حالی که مورد تعرض یک آخوند بی‌شرم حکومتی قرار گرفته بود مورد حمله وحشیانه نیروی انتظامی قرار گرفت و به قتل رسید. وی در آخرین لحظات آهی کشید و دوبار گفت جانم فدای ایران. به گفته شهود وی پس از گوشمالی آخوند جنایتکار فریاد می‌زد ما این آخوندها را نمی‌خواهیم، این اسلام را نمی‌خواهیم، این چه مملکتی است و این چه اسلامی است.
تابستان و گرما با شنا و دریا و شمال عجینه و دمی شنا کردن در گریز از گرما و دود و غبار نیاز هر انسان شهرنشینی. ولی همین امر به ظاهر ساده به عامل مرگ و میر تبدیل شده. گزارشی داریم از غرق شدگی در آبهای دریا، رودخونه، سدها و دریاچه های مصنوعی. در سال گذشته 260 نفر در رودخانه ها و 180 نفر در دریا غرق شدند که طبق آمار پزشک قانونی کشور بالاترین آمار غرق شدگی مربوط به استانهای خوزستان و مازندران با 270 نفر بود. شنا و استفاده از دریا و رودخانه یکی از شادبخش‌ترین کارهایی است که به خصوص در فصل گرما بسیار مورد استقبال قرار می گیرد. اما دردناک است که یک تفریح سالم هم این میزان تلفات از مردم ما میگیرد. خبرگزاری حکومتی مهر از قول حسن نوری ساری، معاون فنی و عملیاتی اورژانس رژیم در همایش ملی غرق شدگان نوشت: آمار غرق شدگی در کشور سالانه در حدود 16 تا 17 هزار نفر بوده است. وی افزود 7% علل مرگ و میر در حوزه تروما به دلیل غرق شدگی است. هرچند که همه کسانی که دچار حادثه غرق شدگی می شوند فوت نمی کنند، اما آمار در این زمینه بسیار زیاد است. خبرگزاری حکومتی فارس هم در این باره نوشت: سال گذشته 335 ایرانی در دریا، 120 نفر در کانالهای آب، 111 نفر در استخرها، 96 نفر در دریاچه های مصنوعی و اطراف سدها، 41 نفر در دریاچه های طبیعی و 371 نفر در سایر مکانها که بیشتر رودخانه ها بوده است غرق شدند. یعنی در مجموع 1074 نفر بر اثر غرق شدگی جان باختند. در سال 90 هم 1075 نفر جان باخته در اثر غرق شدگی گزارش شده است. با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که در یک دهه گذشته بیش از 10,000 نفر از مردم ایران بر اثر غرق شدگی از دنیا رفتند. اما دلیل این میزان مرگ و میر بر اثر غرق شدگی چیست؟ یکی از دلایل اصلی این است که به دلیل مزاحمت‌های مستمر نیروی انتظامی و نیروهای سرکوبگر رژیم، مردم و خانواده‌ها به نقاطی می‌روند که از شر این مزدوران خلاص شوند و در این مناطق دچار حادثه می‌شوند. عامل بعدی نبود امکانات کافی برای تأمین امنیت شناگران است. در همین باره خبرگزاری حکومتی فارس می‌نویسد: با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که در یک دهه گذشته بیش از 10,000 نفر از مردم ایران که برای تفریح تنی به آب زده بودند، در فقدان نیروهای نجات غریق و امداد و نجات و همچنین نبود امکاناتی مانند جتسکی و جلیقه نجات هیچگاه زنده از آب خارج نشدند. با وجود نبود امکانات، توصیه یک امدادگر در تلویزیون رژیم بسیار مضحک است. و زمانی که می بینن شخصی در حال غرق شدنه، خودشون خودسرانه عمل نکنن و با سامانه 125 تماس بگیرن. یکی دیگر از عواملی که باعث بالا رفتن آمار غرق شدگی است، بالا کشیدن حقوق نجات غریق هاست. شمار زیادی از نیروهای نجات غریق در شهرهای ساحلی مازندران و گیلان از پرداخت نشدن و پرداخت دیرهنگام و یا کمتر از قرارداد منعقد شده میگویند و تاکید دارند که به اکثریتشان امکاناتی بیشتر از یک سوت، یک بویه و چند متر تناب داده نمی‌شود. این شرایط باعث خداحافظی تعداد زیادی منجی غریق از سواحل شده است، در حالی که باید طبق استانداردها هر 500 متر یک ناجی غریق داشته باشد. اما حکومت آخوندی در این موضوعات که جان مردم به خطر می افتد هیچ واکنشی ندارد، اما تمام اقتصاد کشور را راهی سوریه و عراق و یمن کرده و سه شیفته برای مزدورانش از سرمایه های این کشور مهمات تولید می کند. We'll be right back.
خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه سرخط رسیدیم و بایستی دیگه با همه شما خداحافظی کنیم. تا فردا و برنامه دیگر از سرخط، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار.